عطا محمد نور میگوید عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه مار آستین است و بیشترین تلاش را برای تضعیف و برکناری وی انجام داده است. آقای نور در مراسم گرامی داشت سال روز شهادت عبدالقادر ذبیح الله هشدار میدهد تا زمانی که حزب جمعیت در مورد وی تصمیم نگیرد هیچ قدرت توانایی برکناریش را از سمت ولایت بلخ ندارد. عطا محمد نور همچنان از ارگ و کاخ سپیدار میخواهد تا با استفاده از حضور جامعه جهانی وی را تهدید نکنند، وگرنه با خشم مردم روبرو خواهند شد. همکارم در زمینه گزارش دارد. پس از روزها انتظار از تصمیم ارگ مبنی بر منظوری استعفای عطا محمد نور آمده است تا موضعش را در این خصوص همگانی سازد. رئیس اجرایی حزب جمعیت اسلامی اینجا در 33مین سال روز گرامی داشت از شهادت عبدالقادر ذبیح الله بیشترین گلایه و انتقاد تندوتیزش را به آدرس هم ازبیش عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت حواله می کند. 30% اگر 20-30% اگر رئیس جمهور تلاش داده شد بر طرف ما که واقعا مسلمان زیاد گفا زده می شه به خاطر شما ملت، به خاطر بی‌نظمی و به مشکلات که در این نظام وجود داشته 70-80% دکتر عبدالله مار آسین علیه ما تخریب کرده و مشکل خلق کرده. دندانایی که سر مایی تیز کرده دندانایش به کمک خودم میکشیم. بدل گفتم کدامین شیوه دشوار است در عالم. وی تاکید دارد که عبدالله عبدالله نه تنها به تضعیف سران جهادی اقدام کرده بل تلاش زیاده را برای همپاشی حزب جمعیت اسلامی نیز انجام داده است. رهبری جمعیت پارت میخواد پارچه بکنه، ولی خوشا به حال امو پدر پدری اعضای شورای رهبری که در دامن اون نمیره، نکره نخواد پول بده، سکرتاریت باشن، مشاوریت بده، موتر بده، این بده، آن بده، جذب کنه اونا جذب نمیشن. ولی یک تعداد دغل و بغل دیگر جمع کردن و روان میکنن برام شورای انسجام پیش رئیس جمهور. آقای نور نسبت به تصمیم ارگ مبنی بر برکناری و منظوری استعفایش میگوید هیچ قدرت توانایی برکناریش را ندارد و تصمیم ماندن و نماندن به کرسی ولایت را حزب جمعیت خواهد گرفت. رئیس اجرایی حزب جمعیت هشدار میدهد در صورتی که حکومت یک قدم پیش بماند وی 10 قدم پیشتر خواهد ماند. آقای خب ما همین قسم نرم نرم که تان صحبت میکنم با مطبوعاتم نرم نرم میگم. یک قدم به پیش ماندن 10 قدم به پیش میمانه. بسیار گپایی است که باز با ما سیر و پودینشان رو بکشم میدان. بسیار کسی با گپایی است که خیلی خطرناک است بر اونام که باز ما دن به او گرف باز بکنم. من میخوام میگم که من ماموری با آوردن نیستم، من ماموری با کاغذ آقای غنی رئیس جمهور تعیین شدن نیستم. در اینجا اشتباه نکنن، لطفا اشتباه نکنن. آقای نور از ارگ و سپیدار می خواهد تا از حضور جامعه جهانی سوء استفاده نکنند، وگرنه با خشم مردم روبرو خواهند شد. ارگ و سپیدار از حضور جامعه جهانی برای خواسته های نامشروع غیر قانونی خود استفاده نکنند و توسط امریکایی ها و انگلیس ها برای ما مرگ و ترس نشان ندهند که برای خودتان نقص میکنه. معلوماتی که ما داریم، تماسی که ما با دوستای بین‌المللی داریم، اونا میگن ما هرگز در کار و امور داخلی شما مداخله ندارین. شما میدارین بر شکل سازش که سازش میکنین، البته بدون خشونت به فیصله خود برسید. آقای نور یکی از دلایل ماندن در سمت ولایت بلخ را جلوگیری از ساخت و ساز پروژه داعش و طالب در بلخ و شمال کشور میداند. با چه خاطر باقی میمونم کی سرزمین داعش و طالب نگیره؟ تا این دبی که کمر بسته کردیم و رفتیم و جنگیدیم و قربانی دادیم که شما مسئول باقی بمانین، بعد از این کار میکنیم که پروژه های داعش سازی و طالب سازی ناکام باشه. خواستیم دیدگاه مقام های حکومتی را در مورد سخنان آقای نور داشته باشیم، اما با تماس های مکرر موفق نشدیم. با این همه عطا محمد نور هشدار میدهد که هرگاه حکومت راه تفاهم را با حزب جمعیت در پیش نگیرد وی در تبانی با هوادارانش متوسل به گزینه‌های غیرمدنی نیز خواهد شد. جمعیت صلاحیت داره که کادر خود پس کنه پیش بکنه.
جمعیت سرای مرگ کادر خود پیشنهاد کنه، از نظر اصول رئیس جمهور باز امضا